Anne on a comme maison. Celle-ci. Un biochimie. La guérison. لولاچه چشت خون و لولای بیوشیمی یا لخته این لولا های به شما نباید تکون بدین این هم که سی بی سی هم خب یه نارقه بگیریم آقا شیفت شبیم امشب و بیمارستانیم و بیمارستان شروعه افتم سانسور میکنم چهرهتون نوارکار من قبلا زیاد گذاشتم یعنی خب بس مثلا این آموزش که میزنم بیشتر برای بچه های پزشکیه یعنی مثلا مردم زیاد حالا حتی آشناییشون بیشتر با اینکه که چجوری نوارکار میگیرنه حالا اینجوری یه نوارکار میگیریم الان یعنی یه جوری مثل دفترچه خاطرات میمونه خب حال نمارو قلب گرفتی خودت فشار گرفت این نمارو قلب که میخواییم بگیریم باید دستا کنار بدن باشه پیرن بالا و پاچه های شهوار هم یه مقدار باید بدیم بالا و چهار تا در واقع لید اندامی داریم که دست راست قرمزه دست چپ زرده پای چپ سبز و پای راست مشکی دن بار بار میگفتیم که رنگ بندی دارن و این پارا باید به ترتیب قرمز و زرد و از سمت راست به سمت چپ وصل میکنیم و بعدش هم که این دکمه آبی رو میزنیم روشنش میکنیم روشن که شد الان داره کم کم داره نمودارش رو نشون میده و باید پارازیت هم نباید داشته باشه باید صاف باشه الان مثلا اینا پارازیت هم الان تازه داره چون داره وصل میکنه خاطر اون یکم پارازیت حتما حتما الان دیگه صاف شده بام و دکمه سبز رو میزنیم و اینجا نوار میاد بیرون تو حین نوار گرفتن هم شما بیچ عنوان نباید تکون بخورین حتی سرفه یا حالا نفس عمیق هم زیاد نمونه کاملا عادی باید باشین و تکون هم نباید بخورین چون اگه هر لحظه تکون بخورین اینجا پارازیت میندازه و نوار خراب شد البته بعضی دستگاه ایکیجی قابلیت فریز کردن دارن که دیگه فریز میشه دیگه یعنی هر چقدر مریض تکون بخوره دیگه مهم نیست ولی خب این دستگاه ایکیجی قابلیت فریز کردن نداره و به این حالت حالا نوار رو میگیریم و نوارش فکر نکنم مشکلی خاصی داشته باشه یکم برادیکارد هست چیز ورزشکار هستی یا مش ضربان قلب به طور طبیعی باید بین 60 تا 100 باشه الان ایشون ضرباناش کم هست یعنی زیر 60 هست فاصله بین این دوتا ببینید زیاده ببینید فاصله بین میگن QRS یعنی ضربانایی که در واقع فعالیت الکتریکی قلب فاصله شون ببینید خیلی زیاده و این نشون میده یعنی ضربان این آقا مثلا زیر 60 و حتما باید دکتر قلب بره و معاینه انجام بده بذار دست کنم بیارم تو برم من بیارم خب نبسته خب دوستان عزیز من همین حالا اگه توی خونه کسی رو داریم که فشار خونه بالایی داره اگه توی خونه کسی رو داریم که فشار خونه بالایی داره مریض داریم مریض داریم دوستان در واقع پروسه در واقع نوار قلب گرفتن رو ما قبلا هم توی کانال گذاشتیم این که حالا شما آشنایی داشته باشین این که شما آشنایی داشته باشین با اینکه وقتی بیمارستان میان اگه خواستین نوار قلب بگیرین حالا پروسه نوار قلب گرفتن به چه صورته و حالا ما اینو فقط جهت آشنایی گذاشتیم و اگه توی خونه هم میگم به کسی دارین که فشار خون یا دیابت داره حواستون باشه که معاینات ادواری انجام بده یعنی
چکاپ ها رو انجام بده، دکتر قلب بره، اکو بشه، فشارش حتما تنظیم بشه. و در واقع اگه علائم درد قفس سینه یا درد معده یا عرق سرد، رنگ پریدگی اینا رو داشت، مخصوصا اونایی که فشار خون بالا دارن، حتما بیمارستان بیان یا زنگ بزنید 115. اگه نمیتونید مریضتون رو بیارید حتما زنگ بزنید 115 اگه وضعیتش زیاد جالب نباشه. و حالا ما اینجا پروسه نوار قلب گرفتن رو در واقع گذاشتیم، گرچه قبلا هم گذاشته بودم. چه علمت کار بامونه؟ خود میخوای بزنی؟ خب این دیش دو پرمیت از مزنیم این کشور اینا چی؟ این دیش دو پرمیت از این یه دیشلو بیناموس، یه پرومتازین ایناروس، ترکیب این دوتا که با هم رفت یه چرخی زده دیگه ازوله بود شلوغیش به کنار، اصلا پرسنلشون مثل ما تیز و بز نبود، ما خیلی تیز و بز، ما خیلی خوبیم خدا وکیل واقعا ما اونجا خب این شلوغ اصلا مصاب ندارن دیگه اصلا اعصابشون با کارم برن نیست. اینا رو میزنیم به سورینی بیمار و بیمار همچین حالش خوب میشه. افتضاح دو تا پنبه بردیم به این صورت. حرفا داری؟ به به اسپری آماده برای ضد عفونی. خب الکلمون کو یکم بخواب خواب بعد بلند شو یه سری بلند این الان دیکلوفناکه با هیوسین پرومتازین، یه هیوسین پرومتازین یه مقدار میسوزونتت خب به خاطر خود داروه یا نه یکم میسوزونه خاطر داروشه یکم بخواب بد بلند شو یه بلند نشو آره آره زن دو چند بار اینجا اومده دیدم تمومه.